بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدمت هم شما بینده های عزیز، شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از برنامه های آموزشی از کانال Selected Lectures. در جلسه امروز میخواهیم در مورد Past Perfect Tense یا زمان گذشته کامل بحث کنیم. قسمی که قبلا گفتیم برای هر زمان سه عنصر اساسی داریم. یکی از اونها استرکچر یا ساختمان زمان است. ساختمان چی است؟ یک فرمول از جهت ساختن جملات ما را کمک میکنه. بعد از او وقتی که فهمیدیم چطور جملات زمانه بسازیم، باید بفهمیم که چه زمان و در چه موقع و در کجا این جملات استفاده شد. پس در صورت ما از یوزج های استفاده میکنیم از موارد استعمالش. و در صورت سیم باید جملات ما معنای کامل داشته باشه، یعنی استرکچر قسم بالایی هم ترتیب بدیم که با معنی و پر مفهوم باشه. در هر لسان ما 490 جملات یا صحبت ما 4 حالت داشته میتونه. میشه جمله ما حالت بیانیه داشته باشه، میشه سوالیه باشه، و همی که منفی باشه، و همی که حالت منفی سوالی داشته باشه. به فرض مثال subject plus had plus verb 3 plus complement. I had gone to America. من به امریکا رفته بودم. سوالیش had I gone to America؟ I had not gone to America. Had not I gone to America. خب در حالت بیانیه subject plus had plus verb 3 plus complement به کار میره. had جمع verb 3 نشان دهنده از این است که این زمان ما مربوط زمان گذشته کامل است. verb 3 مربوط کامل بودنش یا perfect بودن نشان میده و had جمع verb 3 بیان کننده از این است که مربوط زمان گذشته کامل است. به فرض مثال I had gone to school before you came home. قبل از اینکه شما به خانه بیایید من به مکتب رفته بودم. She had cooked lunch before we get home. قبل از اینکه ما به خانه برسیم او غذا را آماده کرده بود یا پخته بود، غذای چاشت. They had spoken to the teacher before us. اونها قبل از ما با استاد صحبت کرده بودند. خب و همی که اگر بخوایم سوال بسازیم Had I gone to school before you came home؟ آیا من مکتب رفته بودم قبل از اینکه تو خانه بیایی؟ She had not cooked lunch before we get home. قبل از رسیدن ما به خانه او غذا را آماده نکرده بود. Had not they spoken to the teacher before us؟ آیا با استاد صحبت نکرده بودن قبل از ما؟ پس در این صورت میشه که اینا را ما سوالیه منفی و منفی سوالیه هم میتونیم بتونیم جور کنیم. خب یک تفاوت بین past perfect tense و present perfect tense چی است؟ به فرض مثال the present perfect tense ما میگیم subject plus have or has plus verb 3 plus complement. I have gone to America. اما در حالت past perfect tense میگیم I had gone to America. در حالت present perfect tense میگیم I have gone to America. تفاوت اینا چیز؟ هر دویش در از لحاظ استرکچر تنها در have و has تفاوتشان است. هرگاه ما present perfect tense هر دویش مربوط گذشته میشه، یک عملی که قبلا انجام شده و مشخص وقتشان نیست. پس در این صورت present perfect tense عمل نشان میده که در گذشته نزدیک باشه. I have gone to America یعنی من چند قبل رفته بودم، شاید هفته قبل یا ماه قبل. اما I had gone to America به این معنی که من شاید دیرتر رفتیم، یعنی 6 ماه قبل، 1 سال قبل، 2 سال قبل. یعنی present perfect tense عمل در گذشته نزدیک نشان میده، past perfect tense عمل در گذشته دور نشان میده. خب مورد استعمال present perfect tense past perfect tense. Past perfect tense is used to show an action which is started before the time of speaking in the past and was just finished. و همی که میگیم past perfect tense is used to show an action which was completed before another action in the past. A before clause should use. یک before clause هم روش استفاده میکنیم. به فرض مثال the children had eaten the breakfast before 12. اطفال قبل از 12 بجه غذای چاششان خوردن. We had eaten lunch before they came. قبل از اینکه اونها بیان ما غذای چاشش خورده بودیم. The people had captured the thief before the police arrived. قبل از رسیدن پلیس مردم دزد دستگیر کرده بودند. خب past perfect progressive tense زمان گذشته کامل جاری. تنها تفاوت اینا در استرکچرش هست که استرکچر اینا بن همراه با ورب ing را میگیرند. و تفاوت دوم با گذشته کاملی است که او ساده بود، یک از جریان نشان میده، عمل با قوت بیشتر بیان میکنه. به فرض مثال I had been going to school before they came home. قبل از آمدن آنها من مصروف رفتن به مکتب بودم. به خاطر سوال ساختن دقیقا حد میتونین سر جمله بیارین و به خاطر منفی هم بعد از حد نات اضافه میکنیم. در مورد استعمال
past perfect progressive tense. Past perfect progressive tense is used to show duration of an action which was in progress before another action in the past. But first example, he had been playing chess before someone told him about his brother's death. او مصروف شطرنج بازی کردن بود قبل از اینکه کسی در مورد مرگ برادرش بگوید. We had been waiting for him before sunset. ما قبل از غروب آفتاب انتظار از او بودیم. مصروف انتظار او بودیم. یعنی یک عمل با قوت بیشتر نشان میده. The boys had been swimming in the pool before 3. بچه ها قبل از 3 بجه مصروف آب بازی کردن در حوض آب بازی بودند. و تفاوت بین present perfect tense و past perfect tense هم واضحا در نشان دادن دوری یا نزدیکی عمل بود. درس خود میجه امروز به پایان میرسانیم. انشاءالله در جلسه بعدی در مورد adjective بیشتر بحث میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.